رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. منم همینطور عزیز، بفرمایید. آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم. با اجازهتون، برای اینکه وقت شما و شنوندگان عزیزتون رو نگیرم، اول مسئله اصلی رو بیان میکنم، بعد اگر نیاز هست بفرمایید بیشتر توضیح میدم. بفرمایید. خب آقای دکتر، بنده 30 سالم هستش، فرزند اول از 3 تا فرزند خانواده هستم. یه برادر کوچکتر از خودم دارم که 2 سال از خودم کوچکتره و یه خواهر کوچکتر از خودم دارم که 5 سال از من کوچکتر هستن. من حدود 4 ماه هستش که با یه دختر خانم آشنا شدم و به نظرم میرسه که ایشون میتونن گزینه مناسبی برای ارتباط، یا حالا اگر بگذره بعد از اون حتی به نظرم میتونن گزینه مناسبی برای ازدواج باشن. اما یه مسئله راجع به شرایط ایشون هستش که من مطمئن نیستم خودم بتونم با این مسئله کنار بیام یا نیام، و میخوام که اگر این مسئله رو نمیتونم باهاش کنار بیام، وقت خودم و ایشون و مهمتر از اون احساسات ایشون رو درگیر نکنم. خب اون چه هست؟ من متوجه شدم که ایشون گفتن که حدود 3 سال پیش ایشون عقد کردن و بعد از 1 ماه متوجه شدن که ملاکاشون نیستن و اون آقا مناسبشون نیستن و جدا شدن. یعنی بعد از 1 ماه 2 ماه متوجه شدم که کیس مناسبشون نیستن. و اینکه حالا من یه توضیح بیشتر نیاز هست بدم، توی فرهنگ حالا شهر کوچیکی مثل شهر ما اینجور نیستش متاسفانه، حالا خیلی مرسوم نیستش که به قول شما دختر و پسر قبل از ازدواج مثلا 6 ماه 7 ماه با همدیگه آشناشن و حتی زیر نظر خانواده ها. متاسفانه یه خورده به فرهنگ این شهرهای کوچیک هنوز سنتی هستش و به محض اینکه حالا مثلا اقوام یا پدر و مادر یه مورد معرفی میکنن، شاید مثلا طی 1 ماه منجر به ازدواج میشه و خیلی موارد پیش میاد که متوجه میشه، مخصوصا دختر خانم که مثلا به درد هم نمیخورن. و نه آخه صبر کنید، نه شما رو دنبال توضیح و توجیه فرهنگی نرید. اگر فرض کنید ما قسمت اول حرف شما رو بپذیریم که این گونه هست که تا حدود زیادی درسته، در یه چنین جامعه ای هم وقتی عقد کردی دیگه پایان کار نمیسوزی و میسازی دیگه، جدا یا طلاق نداره. خب ایشون قسمت دوم بیرفع از سنت در اومدن، اعتراضی به ایشون ندارم. یعنی میخوام بگم بیخودی دنبال توضیح بگردی ولی دنبال توجیه نگردی. حالا ایشون اولا چند سالشونه؟ 26 سال. کی این عقد اتفاق افتاده؟ 24 سال. این عقد کی اتفاق افتاده؟ 3 سال پیش، یعنی وقتی 21 ساله بودن. خودشون باش موافق بودن یا مخالف با این عقد یا ازدواج؟ موافق بودن. اوکی، به من بفرمایید که آیا رابطه جنسی هم بینشون اتفاق افتاده؟ بله قاعدتا عقد رسمی بودید که خب آخه عقد به همین دلیل است که توی این زمین های فرهنگی عقد هست ولی عروسی نشده. مفهوم عروسی هم شب زفافه، میدونید؟ یعنی باز همه رو باز شکستیم. اشکال کار این است که ما نصف قواعد رو قبول میکنیم نصف دیگه شده. حالا اون باز به کنار. حالا من منظور شما رو از رابطه جنسی، حالا یک بار ما راجع این مسئله صحبت کردیم و حالا گفتن به اون صورت کامل نبود. اوکی، حالا به من بگید که دلیل اصلی که جدا شدن چی بوده؟ چی رو متوجه شدن بعد از 1 ماه؟ ایشون گفتن که از این مثلا گیرای بیهوده که مثلا اجازه نداری رانندگی کنی تنهایی، اجازه نداری سر کار بری، اجازه نداری حتی دوستای جنس خودت رو داشته باشی، گوشی تو هر روزم باید چک کنم. حالا به من بفرمایید حتی در همون شهر شما پسر دختری که میخوان ازدواج کنن این حرفا رو به هم نمیزنن؟ وقتی حتی خانواده هستن همینقدر که ندیده میرن ازدواج میکنن. خب عرض میکنم خدمتتون، حالا چی بگم که توضیح در نیاد،
به این صورتی که مثلا همین در حد آشنایی خانواده ها اینا با هم نه آنچنان صحبت نمی کنه. چیزی که خودشون میگن ما مثلا توی یک مهمونی خانوادگی خانوادهشون منو دیدن و همین که مثلا خانواده رو دور از اون شهرهای کوچیک معمولا هم دیگه خانواده هم دیگه رو میشناسن، مخصوصا وقتی اقوام دور باشن. همین که خانواده ها هم دیگه رو بشناسن و حالا از لحاظ ظاهری مورد پسند هم دیگه باشن دو نفر، معمولا حالا داستان خیلی زود ازدواج شد میشه. حالا بنابراین ازدواج معنای خرید و فروش یه جنس مخالف رو داره که بخواد میخواد. خب حالا شما میخواد چیکار کنید؟ آخه شما نه شما دلتون میخواد با این دختر خانم که میگه 4 ماه آشنا هستید با چه شدتی همدیگه رو میبینید یا با هم صحبت میکنید؟ نه ما اصلا زیاد حالا همدیگه رو ندیدیم توی طی این چند وقته، به جز حالا مثلا یک هفته که خیلی کنار هم بودیم. من حتی قبل از این که ما همدیگر رو ببینیم هم این سوال رو داشتم، یعنی من چندین بار با شما تماس گرفتم، متاسفانه موفق نشدم با تون صحبت کنم. ولی خیلی کم همدیگر رو دیدیم، توی 4 ماه 2-3 بار همدیگر رو دیدیم. به خاطر همین هم من این سوال دارم، میخوام که اگر که نمیتونم با این مسئله کنار بیام. شما رو جواب منو بدید، براتون چقدر نصب کنید عزیز؟ شما براتون چقدر مهمه که ایشون یه همچی چیزی داشتن؟ شما چقدر براتون مهمه که بینشون چه گذشته یا نگذشته؟ این شمایید که تصمیم گیرنده. برخی از اوقات ببینید، بسیاری از اوقات آدم ها با توجه ببینید عزیز، بسیاری از آدم ها اصلا فراموش کنید موضوع ایشون رو کلا. یک کسی بیاد به شما بگه که آیا حاضر هستی با کسی ازدواج کنی که قبلا ازدواج کرده و بچه یا بچه‌هایی داره؟ آیا تو حاضر هستی با کسی ازدواج کنی که قبلا ازدواج کرده یا فرقی نمیکنه ولی بچه نداره؟ آیا هستی؟ خیلی از آدما میگن نه. مثلا اینکه یکی بیاد به شما بگه میخوای با یه امریکایی ازدواج کنی، میگی نه. چون شما این از آغاز تکلیفتون روشن بیرا، برای این شما قرار نیست که با یه کسی آشنا بشید و بعد از دونستن این واقعیت برنگردید سراغ اون چیزی که انتظار شما بود و یا قرار خود شما با خود شما بود. درمان بسیاری از مردم تکلیفشون در این گونه موارد مطرحه. شما الان یه کسی بیاد بگه که نمیدونم سنش از تو 5 سال 10 سال بزرگتری یا اصلا مذهبش با تو متفاوته، شما میگید نه، اصلا احتیاج نره اون دختر خانم رو ببینید. درمان شما کوشش نکنید چیزی رو عوض کنید بعد از، و چیزی هم شروع نشده، یعنی همین 4 ماه هم بی خود بوده. شما هم هفته اول با تصمیمتون میگرفتید که با ملاکای من میخونه یا نه. حتی شما اگر به صحبتهای من توجه کرده باشید، عرض من این است که وقتی با کسی آشنا میشید با این فرض باشه، یعنی شما فکر کنید اگر همه چیز در زندگی من گذشته رو به او بگم آیا میمونه یا نه، و شما باید بدونید که اگر همه گذشته او رو بدونم من با او میمونم یا نه. حالا با اون گذشته من آشنا شدم، ایشون قبلا عقد کرده، من میخوامش یا نه، میخوام فکر کنم که عیبی داره یا نداره. ای عیبی داره خودم برم کنار، ای عیبی نداره خب نداره دیگه. مثل بسیاری از مردم که به این چیزا اهمیت نمیدن. ولی این شمایید که تعیین کننده اید. شما انتظار نداشت باشید کسی دیگه به شما بگه این کار درستی یا غلطیه، چون انتخاب و تصمیم و اون کسی که باید با کلیات و جزئیات این مسئله زندگی کنه شمایید. و بسیاری از اوقات خود شما موضوع مسئله هستید. بعدم شمایید که آمدید در یه جامعه سنتی حرکت میکنید، اون قاعده کلی سنتی رو هم به خاطر بیارید که از 100 تا جوان همسن و سال شما چند تاشون فکر میکنن اشکالی نداره که آدم با کسی که قبلا عقد کرده یا ازدواج کرده ازدواج کنه. شما حالا هرچی شما به نظرتون میاد و بعدا برمن دارین هرچی خودتون هستید، چون گفتم عزیز برخی از وقت پاسخ این موضوع از نظر خود فرد روشن روشنه، اینقدر مشخصه. منم قرار نیست بی خودی یه کوششی بکنیم که خودمون رو به یه چیز دیگری راضی و قانع کنیم، چون در این گونه موارد اشتباه میکنیم. اون چیزی که در ما هست و یه تصمیم عمومی ما هست معمولا بعدا هم میمونه. و من خدمت دوستان بارها عرض کردم اون زمانی که در ایران بودم و اون مرکز مشاوره خانواده بود، اصلا بزرگترین دلیل جنگ و جدایی طلاق در میان استادان دانشگاه که این مرکز با اونا بیشتر در ارتباط بود این بود که آدم‌ها در آغاز اهمیت نمی‌دادن که
اون کسی که میخوان باش ازدواج کنن، اون خانومی که میخوان باش ازدواج کنن، که معمولا فاصله سنی عین شما هم داشت، بیشتر استادایی بودن که توی اواخر مثلا 20 و اوایل 30 بودن، مثلا فرض کنید بین 28 بودن تا 35. و بعدم دختر خانومی که انتخاب میکردن معمولا جوانی بود، دختری بود حدود 18 ساله یا تازه پاش به دانشگاه رسیده بود. یعنی این دو گروه بودن که بیشتر در مقابل هم قرار میگرفتن. و بعد احتمالا در آغاز اهمیت نمیداد که این یه دونه یا دو تا دوست پسر داشته یا نداشته، چند روز به هم نزدیک شدن یا نشدن، چون فکر خب اینا موضوعی است. ولی بعدا وقتی وارد زندگی میشد و مسائل مشکلات خودش رو نشون میداد، یه دفعه رابطه با اون یکی از اون پسرها طولانی تر میشد و یا اتفاقاتی بینشون افتاده بود، همه چیز رو به هم میریخت. در واقع تو این گونه موارد ما نباید نگاه کنیم به اینکه مردمان دیگر کشورها یا آدمای دیگه چه میکنن. اینجا مسئله شخصی است عزیز، شخصی شخصی است. بنابراین شما اگر قبل از آشنایی با ایشون یه همچین ذهنیتی داشتید که من با کسی که قبلا عقد کرده یا ازدواج کرده هم اشکالی نداره، ای دختر خوبی باشه ازدواج میکنم و این موضوع اصلا برای من مهم نیست، یه مثلا. ولی اگر برای شما مهمه و یا فکر کنید برای اکثریت آدمایی که اونجا هستن که همچنان وقتی گفتید سنتی و ترادیشنال، یعنی ما بر اساس برداشت و دریافت عمومی حرکت میکنیم و اونا درست نمیدونن، برای چی میخواید وارد یه رابطه بشید که بعدش متوجه بشید مسئله از قاعده دیگری رو هم که خیلی خیلی به نظر من مهم اینه، کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، شروع نکن. بنابراین به نظر من دلیلی نداشته که شما این رابطه رو بیخودی ادامه بدید. بنابراین اگر خودتون براتون اینا مهم نیست که هیچ، ولی اگر برای خودتون مهم هست عزیز، بی خودی خودتون درگیر یه چنین رابطه ای نکنید. بله خیلی متشکرم. برحال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.